گرد همایی خبرگان برای بررسی دغدغه‌های مردم و اوضاع منطقه و جهان در سومین اجلاس رسمی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، رئیس این مجلس از دغدغه‌های مردم گفت و به دولت توصیه کرد نیروهای انقلابی را در مسئولیت‌های اجرایی به کار بگیره. استفاده از نیروهای انقلابی و متدین و وجود برنامه برای دستگاه‌های اجرایی مختلف و دور بودن از بازی‌های سیاسی از جمله مطالباتش در این دوره مردم بیش از گذشته پیگیر اون هستند. آیت الله جنتی به مسائل خارجی هم گریزی زد و از برجام و عهدشکنی‌های مکرر آمریکا گفت. برجام مصداق تیر زهراگین بود که در پس لبخندهای به ظاهر دوستانه پنهان شده بود. آمریکا در برجام نشون داد که ذات تخلف و نقض عهد این کشور قابل تغییر نیست و نباید به هیچ وجه به گفته‌ها و قول‌های آنها اعتماد کرد. ماجرای جدایی طلبی در عراق محور دیگه صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان بود که آقای جنتی گفت حمایت از مردم عراق از سیاست‌های اصولی ایرانه. با تمام وجود باید در مقابلش ایستاد و این وضعیتی که میخواد به وجود بیاد خواسته آمریکاست و خواسته عربستان سعودی و خواسته اسرائیله که اینا دارن هرچی میتوانن میخوان تضعیف کنن مسلمان ها را با تجزیه ها و با تفرقه ها. در ادامه چند تن از نماینده ها نطق های پیش از دستور ارائه کردند و جلسه به صورت غیر علنی ادامه پیدا کرد. بیشترین دغدغه های مردم در نطق‌های قبل از دستور گفته میشه. در دبیرخونه آقایون نطق‌ها رو میفرستن برای دستگاه‌های دولتی. انتظار ما از دستگاه‌های اداری و دولتی اینه که این دغدغه‌ها که دغدغه‌های شخص یک عضو مجلس خبرگان نیست، دغدغه مردم از زبان عضو خبرگان به صورت جد دنبال میشه. امروز همچنین نماینده ولی فقیه در سپاه برای بررسی مسئله نفوذ و ابعادش مهمان اجلاس خبرگان بود. سعیدی در حاشیه این حضور از نفوذ تئوریسین سازمان جاسوسی آمریکا سیا به مرکز تولید سلول‌های بنیادی کشورمون پرده برداشت. به نام گودمن ایشون اومد تو ایران با یه هیئتی از 13 تا دانشگاه بازدید کرد در کشور، حتی از مرکز سلول‌های بنیادی که محدودیت داره. بعد رفت اونجا گفتش که برای ما ارتباط با محافل علمی دانشگاه علمی بسیار مفیده که میتونه بعد از 3 دهه زمینه ارتباط ما رو با ایران فراهم بکنه. مسئولین مقامات کشور باید بدانند که در پس لبخند دشمن تیر زهراجینی وجود دارد که دشمن در موقع اهمال و اعتماد نابجا و سستی ها از اون استفاده میکند و برای نابودی مردم و جامعه ما اقدام خواهد کرد. برجام مصداق تیر زهراگین بود که در پس لبخندهای به ظاهر دوستانه پنهان شده بود. آمریکا در برجام نشون داد که ذات تخلف و نقض عهد این کشور قابل تغییر نیست و نباید به هیچ وجه به گفته‌ها و قول‌های آنها اعتماد کرد. رئیس مجلس خبرگان رهبری امروز و در آغاز سومین اجلاس رسمی این مجلس به مسئولان 3 توصیه دیگر هم کرد: پرداختن به معیشت مردم، پرهیز از بازی‌های سیاسی و بکارگیری نیروهای انقلابی.